به نام خدا و با عرض سلام. در گزارش شش و نیم این هفته به چگونگی آزاد شدن ملا عبدالغنی برادر، مرد شماره دوم طالبان از زندان پاکستان پرداخته ایم و تلاش کرده ایم تا اثرگذاری آزادی ملا برادر را بر گفتگوهای صلح دریابیم. ملا عبدالغنی برادر در ولسوالی دهراود ولایت اروزگان به جهان آمد و در مدرسه های دینی درس خوانده است. ملا برادر با قبیله پوپلزایی کندهار یعنی قبیله حامد کرزی نسبت دارد. در هنگام تجاوز ارتش سرخ بر افغانستان، ملا برادر عضو حزب اسلامی به رهبری محمد یونس خالص بود. گفته می شود که ملا برادر همراه با ملا آمد، ملا بروجان، ملا مشر، ملا احسان و چند تن دیگر در سال 1994 میلادی گروه طالبان را ساختند. طرفداران گروه طالبان ملا برادر را یکی از مغزهای متفکر این گروه یاد می کنند. او معاون وزارت دفاع طالبان بود و هنگامی که رژیم طالبان سرنگون شد، ملا برادر معاون ملا محمد عمر شد و پس از سرنگونی رژیم طالبان شورای کویته را رهبری می کرد. گزارش هایی وجود دارند که خواهر ملا محمد عمر همسر ملا برادر و خواهر ملا برادر همسر ملا محمد عمر است. ملا برادر در سال 2010 میلادی در شهر کراچی پاکستان بازداشت شد و تا چند روز پیش در پاکستان زندانی بود. شورای امنیت سازمان ملل متحد نام او را در فهرست تحریم هایش جا داده است و بر بنیاد این فهرست او حق مسافرت و استفاده از خدمات بانکی را ندارد. طالبان ملا برادر را فردی نرم خو می دانند که با گفتگوها با ایالات متحده آمریکا تمایل داشته است. افراد نزدیک به طالبان میگویند که ملا برادر در 3.5 سالی که در زندان بوده است به بیماری شکر مبتلا شده است و گرده هایش ناجور هستند. ببینید، کسایی که تحریک طالبان را تأسیس کردن 4 نفر نبودند. یک اشتباهی هست که در رسانه ها آمده. گروهی که تحریک طالبان را ایجاد کردند تعدادشان بیشتر از این بود. مثلا از جمله غیر از خود ملا محمد عمر و ملا برادر، مولوی احسان الله احسان بود. در اونجا افرادی مثل مثلا ملا مشر بودن، ملا بورجان بود. تا حدودی را میتوان گفت که افرادی که بعدها در تحریک طالبا مثل ملا محمد ربانی اونا فوت کردن و حالا دیگه زنده نیستن یا کسایی کشته شدن، مولوی اختر محمد عثمانی بود. اینا بودن که مجموع اینا تحریک طالبا و ملا محمد آخوند اولین فرمانده قوی طالبا بود که در جنگ ها کشته شد. بنابراین 4 نفر که تحریک ساخته باشن، این ما فکر میکنم یک چیز دقیق نیست، اما در رسانه ها آمده. البته در این شک نیست که ملا برادر بنا به نزدیک بودن با ملا عمر و پیوندهای خانوادگی را که با هم ایجاد کردن، از گذشته در کنار ملا عمر بوده در دوران جبهه و جنگ و از نخستین گروه هایی که در شکلگیری طالبا در کمیسیون نخستین طالبا نقش داشته، ملا عبدالغنی برادر بوده از اقوام پوپلزایی. البته سایر بزرگایی که از این جریان حمایت میکردن ملا برادر، اونا در جنگ های مختلف داخلی افغانستان به گونه کشته شدن یا از صحنه بیرون شدن. تنها از جریان پوپلزایی ها و اقوام مشهور قندهار ملا برادر باقی ماند که به او اعتماد بیشتری داشت و در جبهات مختلف در گذشته جنگیده است و آدم دارای یک مقدار بینش وسیع‌تر به تناسب سایر طالبا داشته است. در گذشته از رابطه نزدیک با ملا حسن هم برخوردار بود. ملا حسن رحمانی از افراد نزدیک به شبکه یونیکال بود، یعنی یک پیوند نزدیک را در زمان ولایتش در قندهار با شبکه بین المللی و شبکه یونیکال داشت. این رابط را ملا برادرم با همین رابط آشنا بوده، از طریق مناسبات قومی و مناسبات نزدیکتر باشته. از چهره‌ای پرنفوذ بوده در گذشتان در جبهاتان و چون آدم آرام بوده، با یک مقدار منطقی تر و از یک قوم غیر غلجایی بوده که ملا عمر هوتک است، به خاطر برش ارج و جایگاه داده می شد، مخصوصا بعد از کشته شدن افراد بزرگ که از اقلام بارکزی و مخصوصا پوپلزایی ها بودن در کنار ملا محمد عمر. این جایگاه بسیار رفیع و بلندی را گرفت، چون در داخل افغانستان در جریان حاکمیت جدید نقش پوپلزویا، محمدزویا و بارکزویا بسیار برجسته بود. برای مقابله با چنین جریانی ملا برادر نقش کلانتر دادند که بتانه در داخل نفوذ داشته باشه، عملیات های موثر انجام بده که سرانجام منجر به گرفتاری شد. طالبان و په وقت که
ملا برادر اخوند ایرات د زون مشر او نظامی سړی بیا تر هغه وروسته د طالبانو پاکستان کې و طالبان یې دلته حکومت ونړیدي تر نامه د مر اخوند لاندې دوم سړی ملا برادر اخوند نو د ملا برادر اخوند نفوذ په دې نسبت باندې چې دی ټول وخت د مشر مشرات تر سوې دي او بل په دې نسبت باندې چې دی بندیسو په افغانانو کې دا یو عادت او رواج دی چې یو څوک د مظلومیت په حالت کې واقع سي هغه دوی ډیر ښه خوشي نو د مظلوم نو د فکر کوم چې د رسوخ په نور هم تر سابقه په طالبانو کې زیات شوی. ملا برادر که 3.5 سال در پاکستان زندانی بود در نتیجه خواستهای مکرر حکومت افغانستان به روز 30 ماه سنبله سال روان آزاد شد. حکومت افغانستان و شورای عالی صلح از چند سال بدین سو برای گفتگو با طالبان تلاش می کنند. حکومت افغانستان و مقام های شورای عالی صلح می گویند که آزادی ملا برادر در روند گفتگوهای صلح بسیار اثرگذار خواهد بود. دولت افغانستان ملا برادر به اغلب گمان که از زندان پاکستان آزاد شد. به خواسته دولت افغانستان چون شهروند افغان است و در بیرون بندی است و یکی از کرانه های طالبان است ما آزادیش خواستیم. باز هم دولت افغانستان که ظاهرا او مقابلش می جنگه باعث آزادی شده که به خبر رسر پیش نبولا برادر سویم با ذات خود را روی خواه زهیل روی اخیار و خواه تحمل می داد بر انسان ده نو قدار کردیم سویم و نتور با مشاور سرکشیم نوم دیر خواه خبره ده او کنه اشی طالبانو په وینا باندې یو ښه اقدام دی د امریکایم په تعاون می نو زه دا وایم دا ښه یو پیشرفت دی او خدای مخکې لارې کولاو کړي چې دا مصیبت ختم شي غیر خپله کې موږ ته طالبانو ته او کرزیب صاحب ته خپله کې اعتماد به حل کول په کار دي او یو بل ته قریب کېدل په کار دي په دې چې بار خلک پکې ګوتې وایي د خپل یو سیاسي حل راوستل شي په خاطر ملا برادر یو موثریت او نفوذ لري او په قومي لحاظ باندې په علمي لحاظ باندې او په نظامي لحاظ باندې البته دا چې درې کاله بندي پاتې شو د خپل ولسونو نه ملګرو نه جدا پاتې شو طبي ته چې یو قطع تعلق په من سره غلي مګر اوس چې ده آزاد شو طبي ته چې څو ورځې به د خپل پامل سره پاتې کیږي او بیا په خپل ملګرو او خپل مشرانو او دوستانو سره خپل رابطه تضمینی او هغه اوس نه اراده یا نیت چې د سره وز موږ د معلوماتو مطابق تبن بداغینه د سولې د پاره په صادقانه شکل باندې کار اخلي او همکاري وکړي ځکه چې د افغانستان حکومت او د سولې علي شورا په تاکید او بار بار د پاکستان نه د آزادۍ غوښتنه کوله خوشبختانه چې وسغه آزاد شو د دې شخصیت هم په دې کې تبارز کوي چې اوس د سولې لپاره همکاري وکړي. ملا برادر بلند پایه‌ترین مقام طالبان است که از بند رها می شود. بان که از ملا برادر به عنوان مردی با نفوذ در میان طالبان نام برده می شود، اما برخی تحلیلگران به این باورند که رهایی ملا برادر هیچ تأثیری بر روند گفتگوهای سال نخواهد داشت. آگاهان به گزارش های اشاره می کنند که درباره روابط ملا عبدالغنی برادر با احمد ولی کرزی برادر حامد کرزی در سالهای 2005 تا 2011 میلادی وجود داشته است و رهایی وی را بیشتر به این دلیل می دانند که ملا برادر نیز مربوط به قوم پوپلزایی است. یکی خو آقای ملا برادر از قوم آقای کرزی است. ما فکر میکنیم مثلا مهم بود به خاطر که در گذشته در مورد کسای دیگه تاکید صورت نگرفت. حتی کسی مثل یاسر تسلیم دادن به پاکستانی ها در حقیقت به قسم تبادله و او کشته شد. یا قبل از این افراد دیگه از طالبا بودن که مثل ملا عبیدالله که در اونجا کشته شدن. تاکید آقای کرزی سبب شد که ملا برادر از مرگ نجات پیدا بکنه و این مسئله اگر نهی بود و هم به سرنوشت دیگران گرفتار میشد. از این سبب آقای کرزی فکر میکنه که شاید امی کاری که کرده سبب شده که ملا برادر با پروسه صلح بپیونده. اما همونطور که پیشتر گفتم پیوستنش به پروسه صلح در صورتی که حمایت ملا عمر با خود نداشته باشه هیچ مشکل را حل نخواهد کرد. دا کار خبره ده چې افغانستان د حکومت غوښتنه نه وي د سولې د عالي شورا غوښتنه نه وي بار بار غوښتنه نه وي
د ارشد مقامات سره د دې شریکول نه وي، حتی د پاکستان د ملکی او نظامی علاقات سره دا موضوع مطرح شوی نه وي. فکر کوم چې د دې سرنويش بچو ځکه د پاکستان په زندانونو کې تاسو پوهیږئ چې کافی حد پورې شکنجه شته او تهدید شته او ډیر خلک د دغه زندانونو نه یا په ډیر بد حالت کې وتی دي او یا بیخی د زندانونو نه وتی هم نه. دلته دوی وجې دي، یو وجه دا د امکان لري چې د ملا برادر اخون ډیر مریض وو او په داسې حالت کې واقع وو چې پاکستانیان شاید په دې باندې وېرېدلي چې ملا برادر اخون موضوع داسې پیښه نه شي لکه د ملا عبدالله اخون چې بیا به په موږ باندې تاوان شي. نو دا احتمال هم لري چې د ده د مریضۍ د ده سبب د دې سوی چې ملا برادر اخون خلاص شي، او دا احتمال هم لري چې ملا برادر اخون دوی داسې خلاص کړي چې د پاکستان او تاسې ته معلومی دي چې پاکستان حکومت هم بدل شو، شاید سیاست هم بدل شوی. دا د دوی د سیاست د بدلېدو سره به دوی دا فکر کړي چې نور د ملا برادر اخون څخه دا کار واخیستل شي چې یو د صلح و د جوړ و د دې کار واخیستل شي، په هغه نسبت پرې دغه کړي. او دا احتمال هم لري چې د رئیس جمهور د افغانستان هم ورلی وو او د طالبانو د خوشاله کېدو سبب هم وي چې هغه هم خوشاله کړي په دې باندې. نو داسې ډېر احتمالات لري خو چې دی خلاصو کېدلی شي چې ډېر احتمال یې د مریضۍ هېڅ شک وجود نداره که پاکستان بر اساس پافشاری های دولت افغانستان مخصوصا رئیس جمهور کرزی و شورای عالی صلح برای های ملا برادر اقدام کردن. البته این بیشتر بر اساس یک سری احساس و عاطفه افغانی و قومی صورت گرفته است. جایگاه ملا برادر در زمانی که در درون طالبا بود بنابر نزدیک بودنش از نظر روابط خانوادگی با ملا محمد عمر یک مقدار نقش داشت، اما در اون زمان هم نسبت به نقش بلند ملا برادر نارضایتی هایی در صفوف طالبا وجود داشت، چون اکثریت طالبا غلجایی ها هستند و بیشترین تلفات و جنگ را در افغانستان غلجایی ها متحمل میشن و این خساره را تحمل میکنن. به این لحاظ در اون زمان هم اختلافات وجود داشت، مخصوصا ایسابزایی ها نمیپذیرفتن رهبری یا رهبری نظامی ملا برادر. در حالی که پیش از این برخی از مقام های افغان گفتند که ملا برادر هنگامی از سوی پاکستان بازداشت شد که در حال گفتگوهای پنهانی با دولت افغانستان بود و پاکستان برای آسیب زدن این روند ملا برادر را بازداشت کرد، برخی آگاهان و نیز افراد وابسته به طالبان به آزادی ملا برادر از سوی حکومت پاکستان به دیده شک می نگرند. آنان می گویند که پاکستان از آزادی ملا برادر هدفهای سیاسی دیگری دارد و احتمال دارد از این کار برای گفتگوها با طالبان پاکستانی استفاده کند. پاکستان یک هدف دیگه هم دارد، تنها مسئله فرستادنش به یک کشور دیگه نیست. در این اواخر مذاکرات بین طالبای پاکستانی و حکومت پاکستان هم آغاز شده، میخواهد آغاز شود، یعنی تلاش های در این جهت هست. سرتاج عزیز و همچنان سید خورشید شاه از حزب مخالف اونا گفتن که طالبای پاکستانی به گروه های متعدد تقسیم شدن و نمیشه با تمام اینا به نتیجه رسید مگر اینکه طالبای افغان کمک کنند. بنابراین طالبای پاکستانی که به تها گروه تقسیم شدن یک وجه مشترک دارن که همه میگن که رهبر ما ملا محمد عمر است. از این سبب پاکستانی ها شاید قصدشانی باشه که از ملا برادر در جهت آغاز مذاکرات با طالبای پاکستانی استفاده بکنن و این مسئله هم کمی جدی شد، چنانچه دیدیم که عملاتی که صورت گرفت، حمله ای که چند روز پیش صورت گرفت با یک کلیسا در پشاور به خاطر به تعویق انداختن این مسئله بود. یعنی مسائل بسیار پیچیده تر از چیزی است که ما فکر میکنیم و در این حال حکومت افغانستان و پاکستان هر دو تلاش ایره دارن که ملا برادر به یک کشور دیگه فرستاده شوه در آینده، در اونجا یک دفتر شاید ساخته شوه یا در اونجا مذاکرات صلح آغاز شوه که ما فکر میکنیم که هنوز زود است در این مورد قضاوت کرد، اما به هر حال اگر مورد حمایت رهبری طالبان نباشه این تلاش ها زیاد به نتیجه نخواهد رسید. پاکستانیان دسی یو عزم فکر لري چې ملا برادر اخون مقید د سری زما فکر دوی سری زما فکر کوم ملا برادر اخون مقید د پاکستان سره
دا به د افغانستان د صلح لپاره ګټوره خبره نه دا به د افغانستان په عمر کې مداخله او کومه برادر خو عام خلاصي او یاده شي کوم قید به خلاصي لري به خلاصي چې قطر ته د طالبانو په مشوره او مسلحت باندې چې د قطر کې نور د صلح خلق دي هغه سره ملګری سي هغه پر تقویہ سي زما فکر باندې دا به د صلح لپاره ډیره ګټوره خبره نه تنها رهایی ملا برادر و سایر ملایک رها شدن روند و گفتگو و مذاکره را تسریع نمی کنه من فکر می کنم گذشته کسایی که رها شدن جنگ را در افغانستان تشدید کرده است شما از جریانی که در بادغیز گذشت ملا عبدالغنی که غلام محمدی که در بادغیز رها شد و امروز بیشترین جنایت در بادغیز انجام می ده ملا صمد چکزی که در چمن فعلا حضور داره و یا ملا محمدی که از تخار رها شد و یا ده ها کس دیگری که رها شدن به عنوان مسئولین بلندپایه طالبان و مسئولین عملیاتی هستند. به این لحاظ من فکر میکنم که رهایی ملا برادرم امکان داره در روند جنگ و تجدید عملیات ها در قندهار بتونه کمک بکنه افراد پوپلزایی و سایر اقوام را به محور خود جمع کنه و تعهد بکنه که به عنوان یک فرد جنگجوی وارد کارزار مبارزه مسلحانه شود. اگر در افغانستان انتخابات به گونه مسمر انجام نشه و پیمان امنیتی با ایالات متحده به امضا نرسه، در اون صورت هیچ یک از کوچکترین چهره های طالبا حاضر به گفتگو و مذاکره با دولت افغانستان نخواهد بودن. طالبا انبار خود در آستانه پیروزی بعد از 2014 و شکست انتخابات می دانن و پاکستان این جریان را به طور رسمی حمایت می کنند. مقام های شورای عالی صلح و حکومت افغانستان از چند سال بدین سو از حکومت پاکستان خواستند که برخی از زندانیان طالب را که در زندان های این کشور به سر میبرند رها سازد تا گفتگوهای صلح نتیجه بدهند. پاکستان تا کنون 33 زندانی طالب را رها کرده است. بسیاری از این طالبان دوباره به طالبان پیوستند و چند تن محدود با خانواده هایشان به کشورهای ترکیه، قطر و عربستان سعودی رفتند. اما روشن نیست که ملا عبدالغنی برادر به کجا فرستاده خواهد شد. زندان په وخت کې خو هغه سره برای راست تماس نه دی نیول شوی. دوستانو سره او کورنۍ سره او دې سره رابطه شوی د افغانستان د حکومت لخوا او وسم موږ چې خبري وسه خپل کور ته انتقال شوی دی. طبي ته چې څو ورځې په خپل فامیل سره تیرې صحت به هم شاید ښه نه وي او بیا به ورسره موږ په تماس کې یو موږ کوشش بدای چې ښه بدای چې افغانستان ته راشي. گرچه د بندیانو د تبادلې د لپاره موږ معاهده او قرارداد د پاکستان سره نه لرو چې هغه الزامي، مګر اخلاقي مسله ده، ځکه د رهایی موږ صرف د یو فرد په حیث نه ده غوښتې، بلکې رهایی صحیح ده چې د افغان دی او د افغانستان د اتباع او د حقوقو نه موږ دفاع وکړو، مګر د ده رهایی موږ د همکارۍ دپاره غوښتې ده چې سولې د شورا سره همکاري وکړو. که دی افغانستان ته راشي، زه ډاډ ورکوم چې په اطمینان مسؤلیت کې به خپل ژوند تیروي او د نږدې نه به د سولې د عالي شورا سره په تفاهم او همکارۍ کې اوسیږي. که دی په خپل اختیار کوم بل اسلامي ملک ته ځي، لکه سعودي عربستان یا مثلا امارات یا ترکیه، نو په دې سلسله کې موږ کوم اعتراض نه لرو. مهمه اراده ده، نیت ده او همکاري ده، هغه چې په هر شکل دی کوي، په داخل کې خارج کې منګه همکاري غواړم. دا غوسه ما نن پښتنه کړې ده، هغه ول تر اوسه پورې ملګرو د سره لیدلې نه دي، د کاته نه دي ورسره سی. خو مخکې یو څو شپې مخکې لس شپې د رسول ورځو مخکې پاکستانیان سره چې چا ورسره لیدلې و، هغه ول مل برادر خپل مریض و. نو اوس نور ملګرو چې تر اوسه پورې د په داسې حال کې نه دي لیدلې چې هغه د اخلاص آزاد کور ته راغلي، په داسې حال کې نه دي لیدلي. نو اوس به ګورو خلاص خودی د پاکستانیان خبره خو به داسې نه وي، خو د دې څه اوس بیره شته چې مقید به وي او که به مطلق خلاص وي، آزاد به وي او بی قید او بی شرط. قرار است به زودی رهبری طالبا ملا برادر تحت عنوان تداوی با کامل خانوادش به قطر و یک کشورهای عربی بفرستند، برازی که بتانند او را در آینده فعالیتاش تحت کنترل داشته باشند. اگر به ملا برادر پول ملا عمر و یا سازمان استخبارات پاکستان نباشه، ملا برادر مانند سایر طالبا یک فرد در درون طالبا خواهد بود. اگر شورای کویته بر از او مسئولیت نسپاره و سازمان استخبارات پاکستان به او اماهنگی نکنه، هیچ کاری را
نه تنها در راستای سال به پیش نخواهد برد، به عنوان یک فرد مظلوم به درون طالبا باقی خواهد ماند. نکته بسیار مهم در تاریخ طالبا این است که افراد در اونجا مهم نیستند. شما هیچ وقت در طول چند سال گذشته تا صدای ملا عمر را نشنیدین، اما پیام‌های بسیار کوتاهش کافی است که اما مسیر مشخص بسازه، مسیر یک طالبا به او باور دارن. از این سبب افراد مثل آقای ملا برادر میتونن وقتی که برگردن به صف طالبا در جنگ موثر باشن، اما اگر از صف طالبا جدا شون و طالبا نخواهن، اونا در صلح موثر نخواهند بود. از این سبب من باور ندارم که این تغییر یا این آزادی کدام تغییر عمده‌ای را به وجود بیاره و آقای ملا برادر بتونه که افرادی را به دور خود جمع. بعد از گرفتاری و زندان شدنش که در یک همکاری مشترک سازمان‌های اطلاعاتی افغانستان به طور غیر مستقیم و ایالات متحده و پاکستان گرفتار شد، بعد از اون نقش ملا برادر از میان رفت. ابتدا اختر محمد منصور که یک اسحاق‌زی از بند تیمور از ولسوالی میوند است جانشین شد، که یکی از آدم‌های پرچهره داخل طالبا است. بعدتر کمیته‌های جدیدی هم ساختند که تمام وظایف قبلی ملا برادر جایگزین و کمیسیون‌های نظامی ساختند، که ذاکر قیوم، حافظ مجید، ملا سخی‌داد و سایر کسایی که اونجا در کمیته‌های نظامی بودن این وظایف را پیش می‌برند. من فکر می‌کنم در حال حاضر رهایی ملا برادر هیچ گونه کمکی را بر روند گفتگو و مذاکره با افغانستان به پیش نمی‌برد و ملا برادر این جایگاه و این رابطه را ندارد که بتونه این نقش را بازی بکنه. نه پاکستان اجازه را میده، نه شورای کویته اجازه را برای ملا برادر میده. روابط قبلی ملا برادر یک روابط قومی و تجاری با احمد ولی کرزی بود. احمد ولی کرزی برادر رئیس جمهور از یک روابط با او در کراچی برخوردار بود که در این زمان هم کلام نتایج ملموس در کاهش جنگ و حملات به دست نیامده بود. پاکستان پارسال توافق کرد تا تمامی زندانیان طالب را از زندان‌های آن کشور رها کند. ملا منصور دادلا، فرماندهی پیشین طالبان و برادر ملا دادلا، کریم آقا، شیر افضل، گل محمد و محمد زی، عبدالمنان و سید ولی را پاکستان به روز ششم ماه سپتامبر امسال از بند رها کرد. بر بنیاد گزارش‌ها مولوی انورالحق مجاهد، پسر مولوی محمد یونس خالص، رهبر حزب اسلامی خالص که مسئولیت جبهه توربورا در شرق افغانستان را بر عهده داشت و در ماه میه سال 2009 میلادی از سوی نیروهای امنیتی پاکستان در پشاور بازداشت شده بود، نیز از زندان پاکستان رها شده است. ملا عبدالسلام والی پیشین بغلان، میر احمد گل مشهور به میر صاحب والی پیشین ننگرهار و داوود جلالی والی کابل در رژیم طالبان از رهبران دیگر طالبانند که در نیمه سال روان میلادی از سوی پاکستان رها شدند. گفته می شود که در حدود 200 تن از افراد بلندپایه تحریک طالبان هنوز هم در زندانهای پاکستان زندانی هستند. خدا نگهدار.